اولا مثلا خب چون هواپیما رو دیده بودن خیلی کوچیک، این چیه اصلا، اسباب بازی لحظه دار. بعد حالا عکس‌های اینو نگاه کن، این به هم دیگه نشون میدن، حالا بچه‌ها گفتن قرار بود بچه اطلاعات هم اینو نگاه کن، این چه واسه من خب احساس رضایت، شادی که خستگی کار از تن آدم در میره، اون همه حالا دویدن و هیجان و ترس داخل خط و اون عرق کردن داخل کانتر، این آخه یه لبخند داره خوب خودش. و اونجا بود که به ما گفتن این عکس هایی که شما برای ما گرفتید از 2000 تانک برای ما با ارزش داره. چیزهایی رو در این عکس ها دیدیم که در شناسایی هامون ندیده بودیم و متوجهش نشده بودیم و الان برای ما مشخص شد که تنگناهایی داریم که اگر با این
عملیات جلو می‌رفتیم احتمال شکستش وجود داشت و یا صدمه خوردن زیادی رو داشتیم. تصور کردن که روبروشون یه جاده است. بعد از اینکه از این خط اولی رد میشن، از این جوری رد میشن، میرسن فلان جا، پشت این جاده سنگر میگیرن و ارتفاع جاده رو مثلا به عنوان پناهگاه حساب میکنن، یه خاک مثلا یه خاک کوتاهی تصور کردن این قضیه رو، اینجا رو میکنن خط هدفمندیشون. بعد از اینکه ما عکس گرفتیم متوجه شدیم که اصلا اونجا جاده وجود نداره. اون چیزی که اینو جاده تصور کردن یه کاناله، یعنی اگه بچه ها میرسیدن حرکت میکردن میرسیدن اونجا، میرسیدن یه فضای بیابونی کاملا باز و یک کانالی که روروشونه مانع حرکتشونه، هیچ جانپناهی هم وجود نداشت. خب ما امشب پس به سلامتی ما جون 300 نفر رو حداقل نجات دادیم. ما هم نمیدونستم قصه چی، گفتم انشاءالله بم بزنم. ما خط نبودیم، ما خطی نبودیم، ما بیشتر از آدم های فنی بودیم که خطی ها را حمایت میکردیم. اونا که تو خط میرفتند و مستقر اونجا بودن اصلا یادم های خاصی بودن، مثل که از کره مریخ اومدن، از لحاظی ترد نه ترسی و از لحاظی صبر و از لحاظی اعتماد به نفس های نایدس های جالبی بودن، مردی جنگ بودند، این نبودن که حالا و از عشق جنگ و از عشق اون دفاع و از عشق دین و اینا هاشون بود که به هواپیما علاقه داشتن. اینکه هواپیما براشون هیچ جذابیت خاصی نداشت، ولی از اونها که عاشق هواپیما بودن کارشون رو بهتر انجام میدادن، چون به یه چیز دیگه عاشق یه چیز دیگه بودن که جز بهش هواپیما باید از یاد میگرفتن. این کار جبهه جنگ هم مثل کره ماه بود، هنوزم شاید باشه نمیدونه، همش جا خون پاره و توپ و موشک های اینا کلکسیون بود، از سلاخ های اینقدری تا سلاخ یه دنه مثل یه کوه در اومده بود، یه دره آب توش جمع شده بود، یه حالت خاصی داشت و به جای ریگه هم هم میشه اونجا. ما یه دمه که این بود ترکش بود، رجوع غریب بود، ترکش ها کوچیک بزرگ تیز، یه سای بعضا شکل خیلی کوبیسمی ترکش بود، این تخون پاره و اینا فراوون اونجا همیشه پخش بود. گفتن خب ما اینجا اینه، ما اینجا هواپیما را خیلی برمون سختی که یه جا پیدا کنیم که هواپیما بتونه رو زمین راه بره، سرعت بگیره، بلند شه و پرواز کنه. ما محدودیت پیدا میکنیم همینطور، ما خب اینجا پرواز بدیم مجبوریم 2 کیلومتر بریم، 1 کیلومتر بریم اون ورتر. به ما گفتن یه درخواستی کرد سپاه پاسداران گردان که آقا ما یه وسیله میخوایم که اینا رو بزنیم روشا پرتاب کنیم. البته میدونید که مجموعه هواپیماهای بدون سرنشین برای اینکه به پرواز در بیان باید به سرعتی برسن که بهش میگن سرعت تیکاف، یعنی سرعتی که در اصل بال لیفت میگیره و هواپیما میتونه دیگه کار پرواز انجام بده و میتونه پرواز بکنه. ما به عقلمون رسید که یه دونه یه ریل مانند درست کنیم به طول 6 متر بذاریمش عقب یه وانت، یه سوارش کنیم یه جای، اون یه دونه موتورم اون زمان یادم یه موتور استارت 18 چرخ حتیم خریدیم که بتونه توان خیلی بالایی داشته باشه، سرعت خیلی بالایی، توانش بالا باشه و یه گیری بوکس بهش فرض کردیم و یه کل قندی یعنی یه مخروط سرش، یه سیم بوکسل بهش وصل کردیم که این سیم بوکسل وقتی شروع به حرکت میکرد هرچی میمد بالا تر قطر دایره بیشتر میشد، شتاب بیشتر میشد و این سیم بوکسل اومدیم وصل کردیم به یه دونه واگن روی اون ریلی که 6 متری درست کرده بودیم، هاپ رو می‌ذاشیم رو واگن، وقتی برق وصل می‌کردیم سویچ می‌زدیم، یه ساعتی مثلا 10 کیلومتر شروع می‌شد به اون 6 متر تکه می‌رسید، با ساعتی حدود 100 کیلومتر رسیده بود.
پرواز می‌کنیم. با لانچرمون رفتیم. من موشتم کردم لانچر تحویل بدم به گردان. این گفتیم ما این نمس رو قاطیم واسه فردون از اصفهان آوردیم. گفتن خور. بذارین این جهت ارزا هم بریم عملیات. اون نقطه عملیاتی گفتیم. اسمه یه شهر خشکا بدونی بارون ما اینو ساخته بودیم یه سال هم روش کار کردیم یه قطع بارون از آسمون نمیده بود شهر جمع نبود هیچ مسئله نداشتیم ولی وقتی رفتم اهواز دو هفته میدونم ده روز کناری پادگان بود اونجا کسوله نبود هوا آزاد بود یه دوتا بارون خورده بود شهر جیا بعد هم خاکا رفته بود و این هوا ما ها برداشتیم و گفتیم باشه آقا بریم واگن آماده و موتور روشن کردیم موتور که زدیم بعد این همه اتصالامون هم از رطوبت اینا این شده و فسفات هم سفید مثل سرباتری ها هست که سفید میزنه همه چیز دست به هم داد این هاپ وقتی پرواز کرد مثل این کارتون ها وقتی از لانچر اومد اون طلاف بیفتاد روز زمین جلو ماشی بعد اون فرمونده آقا یادم رفت یادم قد بلنده بود خیلی من آقا اسمشون هم یادم رفت گفت ما رو مسخره کردید این دسته ایرونی ها این هم از شما اما اینجا تو این گرما میبینی که چه بیچارگی اینجا داری میکشیم برای یه عکس یه هواپیما دو سال امروز فردا این ما فردا این ما این است دو سال گفتیم به قرآن ما این کار میکردیم بذار بریم اسفان ببینیم چی کار به اسم بکنیم گفت اسفان رو بلش کن همینجا ما هستی گفتیم بابا نمیشه اینجا چی کار کنم من گفت تو جنگ نشد نداره ما همین که همین نسیم هوا پارو پرواز بده تو هم تنها کسی هست که من این کردم تونستم یه خیلی ایریه رفت تهرونی ها و استانی ها که همش فقط تلفن ها سه تا آدم مثل سیستم ها اداری بوده ما دستمون به جایی دیدم تو میگه اینا طراحی نکرد یه ساختی گفتم بله گفت ما تنها کسی بالاترین مقامی که گیر آورده که این کارو میتونه انجام بده تو هم ولی میکنیم همینجا باش تا اینا تحویل بده ما یه دو روز سر در گریبان کردیم اونا میخوانیم که چیکار کنیم تو این جبهه مثلا اینا تو این فضای جنگی یا همه جنگند و سربازن فنی کسی نیست تجهیزاتی کسی نداره اینجا ما چیکار کنیم برای اینا اونجا این اونجا همه لباس من لباسامو خودم میشستم باقی هم لباساشون خودشون میشستن یه روز دیدم کشاش در رفته زد اسپیرون مثل یه تسمه هست کشش مثل نواره دم بعضا خود کشاشتم یه کشش زده بیرونه کشتم بیرون داشتم باش بازی میکردم تا شستمش بعد یه کشه را یه کشی دم این کشه اینگار به این مفتی ها پاره نمیشه دم کشه را مثلا اگه یه سانت باشه میتونم مثلا 5 سانت باشه میتونم تا 50 سانت بکشمش پاره نمیشه خیلی چیز جون سختیه بعد گفتم جالبه این کشه میتونه این پیش گوشتی ها با این وزن بکشه جلو بعد گفتم به خودم یه دو تا چهار تا کردم هم تو گفتم خب اینکه من 100 تا اینا رو به هم دیگه داشته باشم با وزن هاپم تقریبا با پیش گوشتی تناسبی درستی در میاد حالا من اگه طول اینم بزرگ بکنم شاید بتونم یه این کار رو انجام بدم شاید به درد بخوره گفتم تلفن زدم به آقای فرمونده آقای اسمش یادم رفت اسم خوبی هم داشت گفتم آقا شما این اینا که شورت درست میکنن، کشاشو درست میکنن که مثلا 20 تاشو میذارن، تنا تسمه به صورت نوار در میارن، پارچه دورش میبافن. اینا میتونن بپرسین از ایرون به یکشون میگه آقا ما 100 تاشو میخوایم بذاریم، 100 تون یادم نیست داشت دقیقاً چقدر بود، مثلا 100 تا بود. 100 تاشو بردارن دورش یه مثل یه جوراب ببافن با دورش یه دونه محافظ بتا که پرپخش نشه. خب میگم بهشون رفتن در واقع قطر کش بزرگ رو طراحی کردن بهشون داده این تمام به این کتاکولفتر رو شما میخوام پر کش کنید آره ما 6 تا کش مثلا 30 میلیمتری تصور کنید شما تو این کتاپولت میافتاد کشش هاپ مون انجام میده تانک یه دونه میله پیدا کردم با یه چکای زدم تو زمین سرش هم کش رو بستم قلاب کردم بستم من کش رو من کشیدم یه قلابم زیر هاپ گذاشتم یه حلقم به کشه یه برای کشه جوش بستم حلقه رو انداختم تو
قلاب که زیر هواپیما بود، مثل تیرکمون، مثل قلاب سنگ، مثل این تیرکمون ها که بچه ها دارن، دقیقا این همچه شکلی. ولی این دوتا کشته بود که سنگ بذاری وسطش بکشی، یک کش بود که هواپیما بذاریش وسط. بعد نه هواپیما کشتیم عقب، کشتی مثلا 5-10 متر هواپیما اومد از اون نقطه که بود عقب تر، باز 10 متر. گفتم آقا موتور روشن کنین، گاز بدین، همه هنکنی من دومه هواپیما گرفته بودم. گفتم آقا یکم گفتم برو خود جلو بشین ببینین هپا کی چرخش از زمین کنده میشه. تا اینو من ول دادم با موتور با تمام قدرت موتور دادم، هپا 3-4 متر رفت و پرواز کرد. گفتیم ای خیلی درجه یک هم نیست که میخوای. گفتن که خب، گفتم آقا مسئله رو حل کردم به آقای فرمونده. تستاش خوب جواب داد، آوردیم تو منطقه و خیلی جاها استفاده میکردیم. مثلا دیگه اون شده بود تابلو ما، هر کجا با اون لانچر میرفتیم همه میفهمیدن بچه های پهپاد اومدن، بچه های پهپاد اومدن. ما تا آخر جنگ برای کار شناسایی فکر میکنم هواپیمای دیگه ای رو وارد عملیات نکردیم برای کار شناسایی. بیشتر هواپیمای تلاش استفاده شد و هواپیمای مهاجر که مهاجریه کش رو ما برای کار رزمی از حدود 1-2 سال قبل از جنگ، انتهای جنگ، ما استفاده کردیم. فکر کنم سال 65-66 به منطقه رسید. شاید اون ایام برای ما سخت جلوه میکرد قصه کم بوده امکانات، نیرو نداشتن، اون همه فشار کاری که هر روز شما به صورت مداوم نصف شب پاشی بری عملیات. بعد ما مثلا 3 تا تیم داشتیم، هر روز صبح 3 تا تیم از مقر میزدن بیرون، خداحافظ خدا، این میره این وری، تو کجا میره مثلا آقای فلان میره فلان جا، ابلاغی ها داشتن دیگه. من نمیدونم خدا، این باعث بود که بچه ها حین عملیات ها هی تجربه شون بیشتر بشه. آروم آروم ما تو این فواصل کیفیت هواپیمامون رو بهتر کردیم، پایداری هواپیمامون بهتر شد. یاد گرفته بودیم وقتی که عملیات عمقی می‌خوایم انجام بدیم زاویه نصب دوربین رو عوض می‌کنیم، قشنگ استند درست کرده بودیم. بچه‌ها بر اساس این نیاز، این شدت نیاز، اولا رادیومون عوض کردیم، برد بلند شد، بعد 2 رادیو شدن بچه‌ها، یعنی 2 خلبان که هواپیما رو یکی از مقر پرواز می‌داد، یکی داخل خط، و گاهی وقتا به بچه‌های اطلاعات می‌رفتیم تا نقطه رهایی، نقطه کمین، توی سنگر کمین هواپیما رو هدایت می‌کردیم. عمق پروازمون رسید به 5-6 کیلومتر پشت خط.